بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. باز کنه. بحث ما در مرحله یا محور سومه. محور اول بررسی خود روایت امام صادق بود که راجع به سیره امام زمان علیه السلام که آیا یسیر به سیرت علی؟ آقا فرمودن نه، یسیر به خلاف سیرت علی. ما در محور اول خود متن را خواندیم، محور دوم سند را هم مطرح کردیم، یعنی منابع را مطرح کردیم من کجا نقل میکنم، و محور سوم را که باید بحث سندی کنیم بحث دلالی کردیم و بحث به نتیجه تمام شد. الان محور اخیر بحث رجالیه، یعنی بررسی سند میخواییم بکنیم. عرض شد که در سه تا کتاب اصلی و سه تا منبع قدیمی نقل شده است. یکی از اون منابع کتاب شریف کافیه، یکیش هم کتاب اصول سته عشر درست. خب بله، محاسن بعد. اما در ارتباط با درست ابن ابی منصور عرض شد که ایشون واقفیه و توثیق هم ندارد، بلکه از متأخرین استفاده می شود که ایشون ثقه هم نیست. علامه حلی در قسم دوم خلاصه نقلش فرموده و همون مطالبی را که از کشی نقل شده است ایشون آورده، و همچنین ابن داوود و وجیزه هم که تضعیفش کرده است، علامه مجلسی، و مرحوم بهائی هم همینطور. خب عرض شد که گاهی بحث در وقفشه که واقفی است یا نه. مرحوم وحید بهبهانی گویا اصرار دارن که بفهمون نه، چون واقفی نیست. اما مرحوم امام مقانی در مقام رد می فهمد که فالحق ان الرجل واقفی، در ارتباط با اعتقاد و مذهب شکی نیست که ایشون واقفیه. اما صحبت در این است که آیا ایشون ثقه هم هست یا نه. آقای امام مقانی می خواهم بفهمد که ما شواهدی داریم که این شواهد ایشون را از ضعف خارج میکنه و گویا ایشون میشود ثقه. خب شواهد چیه؟ مرحوم آقای خویی یه طریق دیگه ای دارن برای توصیف ایشون. میفرماید که آقای طاطری بله از ایشون نقل میکند و مرحوم شیخ طوسی میفرماید که طاطری از هر کس که نکند از ثقات است. نتیجه ایشون از ثقات، یعنی توثیق خاص نداره. اما همین که بله آقای خوی می فهمد که الظاهر در کتاب شریفشون معجم جلد 7 صفحه 142 الظاهر وثاقت الرجل، این شخص موثق، کی؟ درست ابن ابی منصور.
چرا؟ لروایت علی ابن الحسن الدادری عنه فی کتابه، چون در کتابشون از ایشان نقل میکنن. خب باشه، ای صغرا کبراش وقد ذکر الشیخ فی ترجمته، شیخ الطائفه در ترجمه و شرح حال تاتری فرمودن که ان روایاته فی کتبه عن الرجال الموثوق به. آی تاتری روایته که نقل میکنه از کی نقل میکنه؟ از ثقات نقل میکند. الموثوق بهم و بروایاتهم، هم خودشون ثقه هستن و هم روایتشون مورد توجه و اعتماده. خب آقای خود میفهمد که و هذا، این فرمایش مرحوم شیخ طوسی، شهادت منه از شیخ بوثاقت مشایخ تاتری کلیتا، تمام مشایخ تاتری ثقه هستند. واضح شد تا اینجا؟ پس درست ابن ابی منصور توثیق داره، نه توثیق خاص، توثیق عام دارد. پس ایشون مشکلی ندارد. البته آقای خوی یک وجه برای توثیق درست، یه وجه دیگر هم آقای خوی می فهمن که آخر عمر شریفشون برگشتن از این مبنا، مسئله نقل یعنی کامل زیارات از ایشون، وقوع ایشون در اسناد کامل زیارات، اینم طریق دوم برای توثیق ایشون. طریق سومی که باز ما رو مایکو نقل میکنن، وقوع ایشون در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، یعنی سه تا طریق برای توثیقش نقل شده است. البته طرق دیگری هم نقل میکن که ایشون نمیپذیرن، مثلا نقل بزنطی از ایشون. خب خواهم عرض کنم که نه ولی حقیر بنده برگشت، نظر حقیر تا مدتی این بود کی؟ دیگه من مسائل مبناییه، یعنی من اصرار داشتم تا مدتی. خب بحث مفصلی من در فقه داشتم، بحث مفصلی در چند سال قبل. بله یه دقیقه از بحث میمونیم. یه روایتی رو من در اونجا دیدم سبب شد که من اصلا تحقیق کنم در اصل این کتاب شریف قمی. خب به نظر من که دیگه نظرم برگشت، یعنی معامله میکنم با کتاب شریف قمی که تعامل نام ای کتاب بله روایی این در این مقدار. و من آقای خوی نم چون تا آخر عمر شریفشون بر نگشتن است توثیقات علی بن ابراهیم، اما از کتاب از توثیقات کامل زیارت برگشتن. حالا راه دیگری هست برای توثیق درست ابن ابی منصور و آن روایت ثقات. 14 نفر ثقه از ایشان، البته با توجه به اون توثیق عام شیخ طوسی به نظر من دیگه نیازی به این طریق نیست، ما توثیق میخواستیم توثیق گیرمون اومد. حالا فرض کنید که بعض اونجا خواسته باشن تشکیک کنن، اما راه دیگری داری. شخصیت ها و ثقات بزرگانی از ایشان نقل میکنن، لااقل 14 نفر، 14 نفر ثقه از ایشان روایت نقل میکنن و چند نفرشون هم که جزء حسان هستن. من اشاره کنم، یکیش خود تاتریه که المعتمد فی روایتی،
یکیش ابن ابی عمیره الغنی عن التوثیق، ابن ابی عمر دیگه غنی از توثیق، یکیش بله علی ابن الحسن تاتریه غیر سعد بن محمد. بله ما حالا زبطش من باز مراجعه کنم، ایشون هم موثقه. چهارمی عبدالله ابن محمد نهیکی یا نهیکی الثقه الجلیل. پنجمی یونس ابن عبدالرحمن ثقه. ششمی عبیدالله ابن عبدالله دهقان، البته این نه این ضعیف علی این در نظر نگیم. احمد ابن عمر حلبی ابن شعبه ثقه. نظر ابن سوید صیرفی الثقه. حسن ابن علی و شاع الثقه. اسماعیل ابن مهران الثقه. ابن ابی نصر الثقه. بله الحسن ابن محبوب الثقه. ابو شعيب محاملي الثقه. عبد الله ابن بكير الموثق. علي ابن الحسن الجرمي الموثق. زياد قندي هم ابن مروان البته واقفي سر المؤتمر اعتماده. محمد ابن اسماعيل ابن بزيء موثق. علي ابن اسباط موثق. معل ابن عثمان احول کوفی موثقه. بله ابو یحیای واسطی زکر ابن یحیا موثقه. ابن رباط بجلی موثقه. ببینید روایت الثقات هم هرچند در بین کسانی که از ایشون نقل میکنن یه چند تایی ضعیف هم داریم دو ستایی، ولی ببینید یک لیستی به شما دادیم بیش از 14 نفر از کسانی که ثقات هستن و بعضیشون هم اصحاب اجماع و بعضیشون لا یروی ولا یوسر الا عن ثقه. ابن ابی عمر اینجوری بزنطی از اصحاب اجماع. خب این شخصیت با توجه به نقل ثقات روات از او هیچ به نظر من مشکلی نداره. فرزند مرحوم مامقانی هم در پایان این مطلب را می فرماید. بله الان خود آقای مامقانی می فرماد که شخصیت های ثقه‌ای ازشون نقل می کنند فراجه یه بیان نمی کنند جمع روات رو مراجعه کنند. ولد مامقانی رحمت الله علیه ما بعد از این که لیستی میدن از ثقاتی که ازشون نقل میکنن میفرماید که ان وقف المترجم لا ریب فیه، در ارتباط با سوء اعتقادش سوء عقیدش درش بحث نیست، مشکل عقیدی داشته. و روایت طائفه کثیره من ثقات الروات، احتی کثیری از روات ثقه و حسانهم از روات حسن. این لیست و این روایات تلجئنا الى الحكم على روايته بالقوه، مرا ملجا و ناچار میکنند که حکم کنیم که روایتش چیه قویه و الاخذ بها به روایتش اخذ کنیم كما جرى عليه فقهاؤنا همش فقهای ما. پس نسبت به خود درست ابن ابي منصور به نظر حقیر مشکلی نیست. میماند صبیح ولید ابن صبیح، ظاهرا ولید ابن صبیح مرحوم آقای خویی میفهمد که ظاهر است که ایشون هم ثقه است. مراجعه کنید جلد 19 صفحه 196. ظاهرا ایشون را آقای خویی توثیقشون میکنند. چرا؟ به خاطر اینکه روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمودن رحم الله الولید
ابن صبیح، یعنی آقا بر ایشان ترحم کردن. این من به یک بار دیگه باید مراجعه کنم. مرحوم آقای خویی اصلا مبناشون این نیست. آقا مراجعه کنم من از کجا نقل کردم؟ بله من اینجا ندیدم. حالا من حرفم برمیگردم، اینو تصحیح کنید. مرحوم آقای خویی در رجالشون صحبت از توصیف ایشون به میان نمیارن، فقط میفرماد که روایتی نقل شده است که آقا سراغ ایشون رو گرفتند و یعنی گفتن با کی آمدید؟ با فلانی و فلانی. اسم بله عباس ابن ولید ابن صبیح را بردم، گفتم با پسر ولید آمدم. امام فرمود خدا پدر را بیامرز. صحبتی از عباس نکردم. فرمودن رحم الله الولید ابن صبیح. خب آیا ترحم امام ازش استفاده وساقت یا لااقل حسن میشه یا نمیشه؟ آقای خویی میفرمان نه، در مقدمه کتاب شریفشون آمده میفرمان ترحم بر فاسقم مشکل نداره، میشه بر فاسقم ترحم کرد. آها ورکر آیا روش این بوده بدون تقیه، بدون هیچ وجهی، بدون مثلا بلی فاسقی ترحم؟ یعنی خان بخوام بفرماد که آقا میخوام بفرماد که ترحم اعم از حسن یا وساقت، بله وساقت یا حسن اعم، ولی نظر حقیر غیر از این همون که اشاره فرما. بعضی ها ترحم و ترزی فقهایی مثل شیخ صدوق را دلیل بر حسن میدونن تا چه رسد به معصوم. علاوه به نظر حقیر خود این روایت اگر مشکلی نداشته باشد، عبدالعزیز میگه که دخلت انا و ابو بصیر علی ابی عبدالله فقال له ابو بصير جعلني الله فداك ان لنا صديقا. به امام عرض کردم که آقا جانم فدای شما باشد، دوستی داریم. و هو رجل صدق يدين الله بما ندين به، دوستی داریم، آدم خوبیه، عقیده شما عقیده ما ولایت مداره، شما به ولایت و امامت شما اقرار و اعتراف داریم. ایشون هم همینطوره. بله امام فرمود که من هوا یا ابا محمد، اینی که میگی جز شیعه هاست و پیروان ماست کیه؟ من هوا لی تذکره. ابو بصیر گفتم که عباس ابن الولید ابن صبیح، پسر صبیح، پسر ولید رو میگم، عباس میگم. اونو میگی؟ عرض کردم بله. فرمود خدا پدرش بیامرز، رحم الله الولید ابن صبیح. رجب فرزن هیچی نفرمودم، پدر را. حالا شاید این از یعنی خصوصیت داشته باشد این روایت و این مورد. همین یعنی قرائنی دارد که در اینجا این ترحم از اون ترحم هایی نیست که آقای خوی میفهمد که حتی بر فاسق هم میشه. حالا این استفاده خب مشکل این است که این مراجعه کنید کتاب شریف مرحوم آقای خویی جلد 19 صفحه 196. عرض کردم باید اینه ببینید اگر سندش اعتبار داشته باشد متنش یعنی افاده حسن دا اقل افاده حسن دا دارد. یه طریق دیگه هم میشه برای اثبات بله حسن ایشون لااقل، کثرت روایات 46 روایت
به این عنوان. ولید ابن صبیح در کتاب در کتب اربعه از ایشون نقل شده 46 مورد. اگر این کثرت نقل که البته معارض هم ندارد، یعنی اگر معارض داشت یعنی کشی نجاشی تضعیفش میکردن، خب این مشکل معارض نداره اینجا. و کتب اربعه هم داشت متعدد روایت نقل میکنه، این اماره حسن میتونه باشد. مرحوم آقای مامقانی نیاز نداریم، درسته در منصور نیاز نداریم، بله نسبت به اون شخص ما اصلا نیاز به این حرفا نداریم. توثیق مرحوم شیخ توسی، توثیق عام ما را کفایت میکند. چی شد این شخص ما؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. علامت میگذاریم که گم نشه، همونجا گم میشه علامت. بله تقصیر ایشونه. بله آفیدش ولی هوو خوب نیست بالاخره. ولید ابن صبیح این کتاب شریف مرحوم مامقانی است، چاپ قدیمه، هنوز به اینجاها چاپ جدید نرسیده. جلد 3 صفحه 280 ایشون میفهمد که شیخ طوسی ایشون را جزء اصحاب امام صادق نقل کرده است. بعد میفهمد که ووثقه جماعه. حالا ببینیم این جماعت کی هستند. قال النجاشی ولید ابن صبیح ابو العباس کوفی ثقه. آقا اینجا رو مراجعه کن به چه عجب از آقای خوی ما چیز پیدا نکردیم. بید مراجعه کنیم چیز از آقای خوی ما پیدا نکردیم. اینجا آقای ولید ابن صبیح صفحه چند بود گفتیم؟ 196 پیدا کنید توصیف مثلا. خب پس آقای نجاشی به نقل مرحوم مامقانی توصیفش کرده. خب بگید خب توصیف داره؟ بله 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 بله. ولید ابن صبیح را آقای خویی همون عبارت اول با سطر اول می فهمند که از نجاشی دفت می کنند. ولید ابن صبیح کوفی یون ثقه توثیقش را نقل می کنند و بعدم بله ظاهرا مشکلی هم ندارد، نظری هم آقای خویی نمی دن در خلاف این. بله پس می شود استفاده کرد وثاقت بله ولید را در بیانات مرحوم آقای خویی. اگر هر مطلب غیر از این گفتم شما تصحیح کنید. بله 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 نه حرفی هم نمیزنم، اصلا نیازی نیست. من مبنایشون عرض کردم در مقدمشون، ولی نیازی به این رحم ترحم نیست با توجه به بله توثیقی که مرحوم نجاشی دارد. اگرم اون نبود نظر من این بود همین ترحم امام کفایت میکنه، ولی اگر توثیق مرحوم نجاشی نبود این ترحم که در روایت آمده است از نظر خویی کفایت نمیکنه. خب پس درست ابن ابی منصور مشکلی ندارد، ولید ابن صبیح هم که مشکلی ندارد که اینجا مرحوم آقای بله مامقانی مفصل راجع به ایشون نقل دارن، مطالبی را نقل میکنن، بله روایت را میارن، همون روایت صبیح، روایتی که امام فرمودن که رحمه الله. بعد میفهمد که بله نقل روایت الکلینی بله وقد وثق الرجل یا وثق الرجل
البته همین وثقه بکاریم، توثیق شده از این شخص در وجیزه و بلغه و جای دیگر. بعد بله حیف و عده و فی فصل ثقات ضبطش را ایشون بیان میکنن و ظاهرا ایشون مشکلی نداشته باشد. میماند که معلبن خنیس درست مشکل ندارد، ولید مشکل ندارد، میماند معلبن خنیس. معلبن خنیس مورد اختلاف، تفصیلش را زنده باشم فردا عرض خواهم کرد. اجمالا روایات در مذمتش معمولا ضعیفه و روایات در مدحش معمولا قویه و معتبره و روایات زامه عرض کردم یا ضعیفه یا اگر قوی هم باشد دلالتش ضعیف و مشکل دارد. نتیجه این می شود که آقای معلب نخونیس ثقه است و از این بیشتر اهل بهشت است و به اصطلاح اگر هم به درجه رفیع شهادت نمی رسید باز بهشتی بود، اما در اثر شهادت به یک درجه بالاتری رسید. حالا مرحوم شیخ انصاری ایشون رو تضعیف میکنن، بعضی دیگر تضعیف میکنن، ما ایشون رو قوی میدانیم، تفصیلش هم بعد انشاءالله. نتیجه میگیریم این روایت مشکل نداره که یسیر رو به بله خلاف سیرت امیر مومنی، ولی خب مشکل نداشت. باید در چه بحث کنیم؟ در متن یا بعدش معارضات باشه که بالاخره آیا معارضه را بیانم. والحمدلله.